كل عزتي مدرج لابي إسلام أموشي كما ذكر جمعة إنما أعزكم الله بالإسلام فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله هيك من ظن الشموع كبيرة بل مزدورين ما تريد إشان بل تجارات ما تريد إنجي مسافر ورد مسافر ورد داني دوكانا في دا بود إنجان ما داشتك شو تيكوني آل سلامتم بسر شمشير تام بسفت حاكمات بازار شام بيگمدي ای از کدام داره که دیروزم با تو فلانی بچه فلانی بودی امروز هم اون رو فلانی بچه فلانی است ای از کجا شد بیادش هم داد بگیم که بر نکنین غرور نکنین بیرا نشه اینما عزکم الله بر اسلام اسلام بود که ایجه تو را ایواز مردود مردود باعث حاکم ها فمهما بتغییتم العزت فی غیری ادنکم الله هر وقتی که عزت را در غیر اسلام بکاریم خداوند زلیلتان بشازه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا عزة بلي خلاص عزة بلي رسول خلاص وعزة بلي مؤمنان بين ذلك سايك زنداستي زنداستي باهم برادري كنين بو بلاني كسايك مرده و بيش رفتر كانشان بخدا بسكاري و بونم و حديث مباركة عمل بكنين كي اذكروا موتاكم بخير و اذكروا محاسن موتاكم چیز اگر به نیک در زبان ما میامد بگویم نمیامد سکت کنیم از اهل معروف شویم اهل معروف در دنیا معروف است در آخرت هم حضرت علی کرم الله وجهو میفرماید که ولی من پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت یا علیو ان الله تعالى خلق المعروف وخلق له اهله فحببه اليهم وحبب اليهم فعاله ووجه اليهم ترابه كما وجه الماء في الارض الجذبة لتحيا به وليحيا به اهلها ان اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره واگر در این مورد با هم جور کردن ترمیم دادن پیوند کردن حتی اگر ضرورت شد که از گفت از زن ما گفتی که امراستی هم نباشه برای برش پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواز داده امرو گفتی راستی را که بکن سرش معتقد استی که راست که میفهمی که وحدت را ضربه میزنه از اون اجتناب کن ابن بابوی روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید ان الله تعالى احب الكذب في الصلاح وابغض الصدق في الفساد حتى امور راستیه که فساد جدایی بدبختی را بار میاره امور خدا هم دوست نداره بسم الله الرحمن الرحیم صحبت هایی که برادر بزرگوار استاد سیاف کرد من یقین دارم که صحبتهایشان در اجازه از صمیم قلب بود دو موضوع را میخوام بگم یکی در موضوع اول احترام گذاشتن به مقدسات هم دیگر بود که در اساسنامه شورای اخوت آمده من میخوام به برادر بزرگوار خود استاد سیاف و امثال اونها از دلسوزان و مسلحینی که وجود دارن اطمینان بدهند که ای در روز اول در اساسنامه شورای اخوت آمد که به مقدسات هم دیگر نه اینکه برخویی نکنه احترام داشته باشه احترام داشته باشه این یک در کتاب تصویری از حکومت اسلامی که من در دوران جهاد نوشتم در پاکستان چاپ شد چاپ دومیش در ایران شد تمام همی فرمایشاتی که ایشان پیشنهاد کرد از صدق دل از سوز دل از محبت به اسلام و مسلمین و از حس ایشان بر اخوت اسلامی تمام این فرمایشات ایشان من در این کتاب تصویری از حکومت اسلامی نوشتم
او خیلی دفعه چاپ شد، نشر شد، کتابای دیگری در مورد این که شیعه و سنی چه فرق دارد و وحدت اسلامی، تحقق وحدت اسلامی، چندین کتابی که من نوشتم، فرمایشات ایشان نوشتم. ایشان یک مقدار جملات جلسه عمومی بود و طور حکیمانه و بسیار کنایه صحبت کردن. واقعش همی دارد که بعضی اوقات میشه که آتش روشنه، انسان بنزین بر آتش میده، بنزین میده بیزر برای آتش شعرور میکنه. خواجه پندارد که طاعت میکند، غفلتن بر خویش لعنت میکند. او تعصبات کور مذهبی که وحدت اسلامی را ببرد و به اصول اسلامی ضرر برسانه، او وسوسه شیطانه، او خودش این شیطانه. من تمام فرمایشاتی که ایشان فرموده در چند کتابی که به درباره وحدت نوشتم چند سال پیشتر نوشته شده، اگر شد ما اون کتابا را خدمت ایشان میفرستادم. فکر میکنم یک کتاب من خدمت استاد محترم چند سال پیشتر دادم که شیعه و سنی چه فرقی دارد. یک شوخی هم کرد که الان شوخی ایشان اینجا نمیگم. در ظاهرم در جلال آباد بود، در اون موقعی که ما بین عذاب جادی برای اصلاح رفته بودیم اونجا به ایشان دادم. تمام فرمایشات استاد همه قبول داد و من میخوام بگم که یک مقدارش این دروغ صرف هست. اگر ناسیبی ها از او طرف رانده شود، غالیای پلید از این طرف رانده شود، شیعه و سنی خیلی خیلی فرق نزدیک است. این چند سال من صدق قلب خود از اعتقاد خود این کار می کنم. در احادیث اهل بیت دارد، امام صادق می فرماید تقریبا به این شکل به این مضمون تقریبا هم لفظ روایت علمانیه که غالی خبیثتری از ناسیبیه. ناسیبیه به اهل بیت فوش می دهد، بغض اهل بیت دین خود حساب می کنند، اما غالی به توحید رب العالمین ضرر میرسانه، او به اون چی ضرر میرسانه؟ توحید به مراتب بالاتر از ولایت اهل بیت. غالی به نظر شیعه خبیثتری از ناسیبیه. به هر حال فرمایشات ایشان ما قبول داریم، این کارم صورت هم گرفته، نوشته هم شده، یک مقدارش در قصاصنامه شورای اخوت هم آمده و باید اینا را توضیح بدیم، تعمیم بدیم به وسیله همین کنفرانس هایی که گرفته میشه آگاهی بدیم به مردم.